آخرین عناوین خبری هفته. زمین لرزه‌ای به بزرگی 6.4 ریشتر در بریتیش کلمبیا. افزایش هزینه‌های دریافت گواهینامه رانندگی در آنتاریو. همه پرسی برای پایان تغییر ساعت فصلی در بریتیش کلمبیا. آموزش مهارت‌های مالی در دبیرستان‌های آنتاریو. گرمای بی سابقه در اونتاریو و نووا اسکوشیا. انتقادها به عکس وزیر آموزش و پرورش کبک در شبکه‌های اجتماعی. افزایش امکانات مراقبت و رسیدگی از سالمندان در بریتیش کلمبیا. سلام، وقت بخیر. به کانادا هفت از شبکه AMG خوش آمدید. در این برنامه مروری خواهیم داشت بر مهمترین عناوین خبری کانادا در هفته‌ای که گذشت. من هم سلام عرض می‌کنم و مرور خبرهای این هفته رو آغاز می‌کنیم با خبری در مورد زمین لرزه در بریتیش کلمبیا. به گزارش AMG و به نقل از گلوبال نیوز، از روز چهارشنبه 3 جولای 3 زمین لرزه پی در پی منطقه بلابلا استان بریتیش کلمبیا را لرزاند. این زمین لرزه ها که بزرگترینشان 6.3 بود خسارت جانی در پی نداشته است. دانشمندان معتقدند این لرزه ها در این نواحی می تواند پیش درآمدی بر زمین لرزه ای به بزرگی 9 ایجاد موج هایی تا طول 20 متر و کشته شدن هزاران نفر باشد. به گفته این محققان، لرزه هایی با این قدرت هر 200 تا 800 سال یک بار روی این گسل در نواحی غربی کانادا رخ می دهد و آخرین زمین لرزه بزرگ در این منطقه در ژانویه سال 1700 میلادی رخ داده است. افزایش هزینه های دریافت گواهینامه رانندگی در آنتاریو. به گزارش AMG و به نقل از CBC، هزینه های مربوط به دریافت و یا تجدید گواهینامه رانندگی در استان آنتاریو در حالی افزایش می‌یابد که کمتر از 1 سال گذشته دولت استانی این هزینه ها را به نرخ ثابتی رسانده بود. قرار است برخی از این هزینه ها از جمله هزینه آزمون کتبی و آزمون عملی رانندگی از 12 جولای در این استان افزایش یابد. به گفته کارولاین مولرونی، وزیر جدید حمل و نقل آنتاریو، سایر هزینه ها نیز از 1 جولای سال 2020 تا 2% افزایش خواهد یافت و سال آینده این افزایش ها به میزان ثابت 2% تا 4 سال دیگر ادامه خواهد داشت. پایان تغییر فصلی ساعت در بریتیش کلمبیا. به گزارش AMG و به نقل از گلوبال نیوز، آقای جان هورگن، نخست وزیر بریتیش کلمبیا، ابراز امیدواری کرد که ساکنان این استان با شرکت در همه پرسی پایان دهی به تغییر فصلی ساعت به این تغییرات سالانه پایان دهند. این همه پرسی که تنها پس از 1 هفته بیش از 150 هزار نفر از ساکنان این استان در آن شرکت کردند تا ساعت 4 عصر 19 جولای در دسترس خواهد بود. دولت بریتیش کلمبیا همچنین پس از اقدام مشابه 3 ایالت واشنگتن، اورگان و کالیفرنیا در انتظار تصمیم نهایی کنگره آمریکا در این موضوع است. به غیر از ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا نیز تا پایان سال 2021 به تغییر فصلی ساعت پایان خواهد داد. آموزش مهارت‌های مالی در دبیرستان‌های آنتاریو. به گزارش AMG و به نقل از CTV نیوز، از سپتامبر سال 2019 آموزش مهارت و مدیریت مالی در برنامه آموزشی دانش آموزان کلاس 10 دبیرستان‌های آنتاریو گنجانده خواهد شد. این طرح آموزشی اجباری که روز سه‌شنبه در دانشگاه یورک به رسانه‌ها و عموم ابلاغ شد، بر مهارت‌های پولسازی و مالی دانش آموزان تأکید کرده و آنان را برای پذیرش مشاغل در زمینه‌های علوم، تکنولوژی، مهندسی و ریاضیات آماده می‌کند. بر اساس این طرح، دانش آموزان ملزم خواهند بود تا بودجه تحصیلی خود را برای زمان پس از فارغ التحصیلی تهیه کنند. گرمای بی سابقه در شرق کانادا. به گزارش AMG و به نقل از گلوبال نیوز، موج گرمای بی سابقه نواحی شرقی کانادا را در بر گرفته است. اداره هواشناسی کانادا نیز از عصر روز جمعه 5 جولای برای استانهای نیو برانزویک، نووا اسکوشیا، جنوب کبک و بخش‌های وسیعی از اونتاریو هشدار گرمای هوا را اعلام کرده است. توأم شدن رطوبت هوا که در بخش‌های شرقی کانادا از مرز 40% نیز گذشته است، با این گرما بر تأثیرات مضر آن تا حد زیادی می‌افزاید.
اما انتقاد به عکس وزیر آموزش کبک در شبکه‌های اجتماعی به گزارش AMG و به نقل از گلوبال نیوز انتشار عکسی از سوی وزیر آموزش استان کبک در کانادا به همراه ملاله یوسفزی دختر پاکستانی برنده جایزه صلح نوبل با انتقادات زیادی همراه شده است. کبک اخیراً قانون جنجالی موسوم به بیل 21 را به تصویب رساند که بر اساس آن برخی از کارکنان دولتی از جمله معلم‌ها نمی‌توانند سمبل‌های مذهبی خود مانند کیپا، دستار و حجاب را در محل کار بپوشند. این قانون شامل معلمان، نیروهای پلیس، قضات و برخی از کارکنان بخش خدمات عمومی دولت می‌شود. برخی در شبکه‌های اجتماعی وزیر آموزش را به دلیل این عکس ریاکار خواندند. خانم یوسفزی در سال 2014 از سوی دولت کانادا شهروندی افتخاری این کشور را دریافت کرد. و اما آخرین خبر این هفته، افزایش مراقبت و رسیدگی به سالمندان در بریتیش کلمبیا. به گزارش AMG و به نقل از گلوبال نیوز، سالمندان در استان بریتیش کلمبیا از این پس گزینه‌های بیشتری در زمینه رسیدگی و مراقبت از خود برای انتخاب خواهند داشت. به گفته آقای آدریان دیکس، وزیر بهداشت این استان، این طرح که از 15 جولای آغاز خواهد شد به سالمندان و خانواده‌های آنها این امکان را می‌دهد پس از قرار داشتن در لیست‌های انتظار طولانی دست کم بتوانند خانه سالمندانی بر اساس اولویت‌های خود انتخاب کنند. این بود مروری بر اخبار مهم کانادا در این هفته. از اینکه تا پایان این بخش خبری با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. شما می توانید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو از طریق شبکه‌های اجتماعی با ما در میون بگذارید. فراموش نکنید ما رو در این شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. هفته خوبی رو برای شما آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار. تا کانادا هفته دیگر، یک شنبه دیگر ساعت 7، خدا نگهدار.